جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. در درگیری شدید میان مخالفان مسلح دولت و رژیم سوریه بسیاری جان خود را از دست دادند. طبق آمار یونیسف حدود 20% از مدارس سوریه با خاک یکسان شده و کودکان سوری هیچ امکانی برای مدرسه رفتن ندارند. اما چه آینده‌ای در انتظار آنهاست؟ آیا راه حلی برای خارج شدن از این بحران وجود دارد؟ در این برنامه جهان دانش خبرنگار ما برای پاسخ به این موضوع به حلب رفته است. این شهر شاهد شدیدترین درگیری‌ها در طی جنگ داخلی سوریه بوده است. کودکان از این وحشت دارند که با ادامه یافتن جنگ خانواده‌هایشان را از دست بدهند و گرسنه در سرما آواره شوند، یا خودشان کشته شوند یا معلول شوند. طبق تخمین یونیسف در این منطقه 300 مدرسه آسیب دیده است، اما با این وجود زنی شجاع در تلاش است تا کودکان شهر را در این شرایط نه چندان طبیعی آموزش دهد. ما به دیدار او رفته‌ایم. امروز یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان شاهد صحنه جنگ و خونریزی است. عذاب و رنج برای ساکنان حلب تبدیل به امری بدیهی شده است. بسیاری از مدارس بلا استفاده ماندند. برخی از آنها شکل پادگان به خود گرفته و کاربردی نظامی پیدا کردند. نیمکت‌های کلاس جایشان را به بمب‌ها دادند. نور الحق 30 سال سن دارد و معلم است. او تصمیم گرفته با بازگرداندن کودکان به مدرسه‌ای در محله صلاح الدین به جنگ این جنگ برود. می‌خواستیم دوباره این مدرسه را برای کودکان صلاح الدین که به محلشان باز می‌گردند سازماندهی کنیم. خانواده‌های آنها نیز در حال بازگشت به خانه‌هایشان هستند. برای همین است که می‌خواهیم این مدرسه پا بر جا بماند. 4 تا از بزرگترین مدارس صلاح الدین بمباران شدند. حتی اگر تکتیر اندازها ما را هدف قرار بدهند از تصمیم خود منصرف نمی‌شویم. یعتبر کقتال لانه این مانند یک جنگ واقعی است. ببینید الان همه درگیر مسائل و حواشی جنگ هستند و اگر کودکان و مردم در خانه بمانند به خاطر ترس و بلا تکلیفی صدمات روحی بدی میبینند و به خاطر این جنگ طولانی جهل و نادانی سراسر جامعه من را فرا میگیرد. 3 ماه پیش این ایده به فکر نور رسید و تصمیم گرفت در مورد این موضوع با همکارانش صحبت کند. در حال حاضر 45 نفر در این پروژه همکاری می‌کنند. خانواده‌های زیادی برای ثبت نام فرزندانشان به مدرسه آمدند. از این ایده خوششان آمد و از ما کلی تشکر کردند. اما در این حال برای فرزندانشان نگرانند و می‌ترسند. درگیری‌ها کماکان در حلب ادامه دارد و هر لحظه ممکن است کسی قربانی شود. این یک احتمال است و ما نمیتوانیم انکارش کنیم. 20 یا 30% احتمال دارد که مدرسه‌ای هدف قرار بگیرد. در هر صورت سعی می‌کنیم به این موضوع فکر نکنیم، وگرنه نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. هر روزه حدود 700 دانش آموز بین سنین 5 تا 11 سال به یکی از این 3 مدرسه سازماندهی شده توسط نور می‌روند. 2 تا از این کلاس‌ها در ساختمان مدرسه رها شده برگزار می‌شود و 3 در یک ساختمان مسکونی. این یک ساختمان عادی است، ساختمان مسکونی، اصلا امکاناتی ندارد. البته بازسازی در آن انجام دادیم، به آب و برق مجهزش کردیم و بعضی از کارهای نجاریش به دست دانش آموزان انجام شده است. بخشی از مواد درسی برای تناسب با واقعیت‌های جدید تغییر یافته است. شکر خدا شیوه های آموزشی توسعه یافتند. اصلاحاتی هم انجام دادیم، مانند حذف موضوع ناسیونالیسم. درس های تاریخ و جغرافیا را اصلاح کردیم و تعلیمات دینی اضافه کردیم. موضوعاتی مثل راه و رسم اسلامی، قرآن، تلاوت قرآن، حدیث و زندگی پیامبر. ما در مورد امور نظامی حرف نمیزنیم. معمولا دانش آموزان میترسند. آنها از اسلحه و افرادی که سلاح حمل میکنند میترسند. اعضای ارتش آزاد سوریه نمیتوانند اسلحه هایشان را به مدرسه ما بیاورند. نور و همکارانش سعی دارند به منظور غلبه بر صدمات ناشی از جنگ به کودکان کمک روانی کنند.
نقص عدد الطلاب وعدد التلاميذ في مدارسنا سبب القصف. به دلیل حملات متعدد دانش آموزان کمی به مدارس ما می آیند. هنگامی که موشک باران می شود آنها خیلی می ترسند. ممکن است حتی به خانه برگردند و خانواده هایشان از ترس و نگرانی پی آنها به مدرسه می آیند. دانش آموزان از نظر روانی رنج میبرند. سعی میکنیم این کمبود روانی را از طریق مشاوره و مشاوران متخصص جبران کنیم. سعی میکنیم این کار را از طریق بازیها و فعالیت‌های مفرح انجام بدهیم. وقتی صدای ناشی از بمب‌گذاری و گلوله به گوش میرسد، دانش آموزان میترسند. بنابراین ما از طریق آهنگ و سرود خواندن آنها را آرام میکنیم. آهنگ را به روی لپتاپمان پخش میکنیم و صدایش را زیاد میکنیم و این گونه آنها احساس ترس نمیکنند. ما در این آهنگ‌ها غرق میشویم و حواسمان پرت میشود. بحيث ان يكون حوالين الاولاد ما يشعروا بالخوف نغطي على الصوت. پروژه مدرسه یک موفقیت بزرگ بود و هر روز بچه‌های بیشتری برای ثبت نام به اینجا می‌آیند. در این منطقه حضور در مدرسه در مقایسه با دیگر مکان‌ها در سوریه بسیار پایین است. طبق آمار یونیسف این میزان حدود 6% است. سیستم آموزشی این کشور دچار بحران شده و به طور متوسط هر دانش آموز 2 سال از درس و آموزش عقب مانده است. واقعیت این است که مدرسه برای 6 یا 7 ماه به حالت تعلیق در آمده. کلاس های پیکار با بی سوادی داریم و برای بعضی از درس های پایه و مهم کلاس های جبرانی گذاشتیم. جنگ زندگی کودکان و جوانان را کاملا تغییر داده است. برخی از آنها برای کمک به خانواده هایشان کار می کنند. از سوی دیگر از آنها در خدمت مقاصد تبلیغاتی هم استفاده می شود. این جوانان معصومیت از دست رفتند. با این وجود نور معتقد است که با این کار می توان طعم خوش زندگی را از طریق آموزش به آنها چشاند. این وضعیت در حلب تنها یک نمونه از آسیب‌های بزرگی است که سیستم آموزشی سوریه از آن رنج می‌برد. برای درک بیشتر آنچه در آنجا در حال رخ دادن است و اینکه برای کمک به نسل‌های آینده سوریه چه کاری می‌توان کرد، با ماریا کالیویس، مدیر منطقه یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا مصاحبه‌ای انجام دادیم. خانم کالیویس، شما تازه از سوریه برگشتید. وضعیت آنجا را برای کودکان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به خصوص در ارتباط با آموزش. حقیقتاً این وضعیت بسیار جدی است. نیمی از اعضای خانواده‌های آواره را کودکان تشکیل می‌دهند. در مورد پناهندگان در کشورهای همسایه هم وضعیت مشابه است. در نتیجه کودکان در شرایط بدی قرار دارند و امکان تحصیل برایشان فراهم نیست. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، فعالیت حداقل 2400 مدرسه در سوریه متوقف شده. برخی از آنها تخریب شدند و از برخی دیگر خانواده های آواره به عنوان سرپناه استفاده می کنند. در حلب از هر 100 مدرسه تنها 6 مدرسه به فعالیت خود ادامه می دهد. در ادلیب این میزان 50% است. بنابراین می بینید که وضعیت اسفباری از نظر آموزشی بر سوریه حاکم شده. باید بگویم که کیفیت آموزشی در این کشور قبل از بحران در سطح بالایی بود. یونیسف به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است کودکان سوری دارند تبدیل به یک نسل از دست رفته می شود. دقیقا این به چه معناست؟ 24 months into the crisis. 2 سال بحران و درگیری تأثیر زیادی بر روی رشد کودکان می‌گذارد. در آنها ترس و دلهره به وجود می‌آورد. دیدن صحنه‌های جنگ و خونریزی و از دست دادن عزیزان، درد و رنج مضاعفی را در آنها موجب می‌شود. به علاوه برخی از آنها آوارگی و خانه به دوشی را تجربه می‌کنند یا مجبورند همراه خانواده‌های خود اینجا و آنجا پناهنده شوند. همه این عوامل در کنار هم می‌تواند بر شکل‌گیری آینده این کودکان تأثیرگذار باشد. برای کمک به آموزش در سوریه چه مقدار پول مورد نیاز است؟ کمک مالی یونیسف محدود است. آیا این به این مفهوم است که شما قادر به تامین چنین بودجه‌ای نیستید؟
ما به یک بودجه آموزشی حداقل 40 میلیون دلاری نیاز داریم تا مطمئن شویم که کودکان، خصوصا آنهایی که آسیب پذیری محسوس تری دارند، به تحصیل دسترسی دارند. برای ماهای آتی باید حداقل 5 میلیون دلار جمع کنیم تا امکان برقراری کلاس های روزانه برای دانش آموزان امکان پذیر شود. این مسئله است که اهمیت زیادی دارد. شرایط دشواری است، ولی با این حال امیدواریم تا مبارزه نور الهام بخش دیگران در حمایت از حقوق اولیه کودکان سوری شود. شما هم می توانید نظرات و پیشنهادات خود را در این مورد از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. جهان دانش در همکاری با وایس، طرحی از بنیاد قطر.